ورود جهان به هزاره جدید، بعد یک شکوفایی اقتصادی، زمزمه های رشد، توسعه و بالا رفتن سطح زندگی جهانی. اما 16 سپتامبر 2007، 25 شهریور 1386، رویه های کاغذی مچاله می شوند. بحرانی اقتصادی داربست اقتصاد جهان را تکان می دهد. بانک ها، شرکت های بیمه و کارتل ها فرو می ریزند. یک پرسش در برابر جهان قرار می گیرد. پایه های این بحران از کجا به وجود آمد؟ چه پدیده هایی آرامش دروغین هزاره جدید را به دریای متلاطم چالش ها تبدیل کردند؟ کارشناسان روی چند پیش زمینه انگشت می گذارند. یکی از این پیش زمینه ها شاید که پایه ای ترین عامل بحران باشد، قله نفت. روند افزایش قیمت نفت به شدت نگران کننده است و آثار بدی بر اقتصاد اروپا خواهد گذاشت. بحران بازارهای مالی آمریکا و نگرانی از رکود اقتصادی این کشور نیز اقتصاد اروپا را زیر تأثیر قرار میده. ماشین اقتصاد سده 20 میلادی هر روز بیش از پیش خود را به انرژی‌های فسیلی به ویژه نفت وابسته کرد. منابع سرشار نفتی در گوشه و کنار جهان مورد تاخت و تاز دستگاه‌های حفاری قرار گرفت. دیگر چشمان سرمایه‌داران کمتر مجذوب زیبایی طلای درخشنده شد. در این زمان سیاهی مایعی چرب و لغزنده گیرایی بیمانندی برای چشمان سرمایه‌داران داشت. طلای سیاه، نفت. جهان خود را به سرعت به نفت وابسته کرد. صنعت، کشاورزی، خدمات، گرمایش و سرمایش، تولید غذا، جابجایی، رشد نظامی، فعالیت‌های پزشکی و پژوهش‌های علمی، همگی امید به پیشرفت و شکوفایی خود را به انرژی حاصل از نفت و گاز پیوند زدند. منابع نفت و گاز، مسیرهای انتقال انرژی، بازارهای مصرف، تجارت انرژی و فناوری انرژی ارزش ویژه‌ای پیدا کردند. ارتباط تنگاتنگی بین زندگی مردم و اقتصاد نفتی پدیدار شد. انرژی حاصل از نفت و گاز جای خود را در میدان سیاست‌های ملی و جهانی باز کرد، آن هم به عنوان پدیده‌ای تعیین کننده. اهمیت نفت و گاز تا به آنجا رسید که امروزه جزو اهداف امنیت ملی بسیاری از کشورها شمرده می‌شود. در این صحنه سرنشینان بی جهت خود را حل نمی‌دهند، چرا که مدت هاست هنگام ورود به پمپ بنزین ها با این تابلوها روبرو می شوند. متاسفیم، پمپ بنزین بسته است، امروز گازوئیل نداریم. این دنیای غرب در نیمه 1970 است، زمانی که کشورهای عربی به دلایل سیاسی تصمیم گرفتند نفت را تحریم کنند. چرخنده های جهان سرمایه از حرکت ایستاد. جهان فهمید کمبود نفت تیغ زهرآگین بحران را بر پیکر دنیای اقتصاد و سیاست می نشاند. هنگامی که جهان گام بر جاده هزاره سوم نهاد، بیش از پیش نفت و گاز را به عنوان ستون نگهدارنده پل اقتصاد جهان یافت. برای فهم بهتر بیایید یک تصویر خیالی در ذهن خود بسازیم. فرض کنید همین امروز جریان نفت و گاز قطع شود. صفه روبروی جایگاه‌های بنزین را تصور کنید. مدرسه ها چگونه گرم شوند؟ آسمان خراش های بلند چگونه تهویه خود را راه اندازی کنند؟ با کدام انرژی کارخانه ها انواع وسایل مورد نیاز را بسازند؟ حتی میوه و سبزیجات هم در کار نخواهد بود، چرا که کودهای شیمیایی بدون وجود نفت چگونه تولید شوند؟ تراکتورها، کمباین‌ها و هواپیماهای سمپاشی با چه نیرویی به حرکت درآیند؟ اگر می‌خواهید به سفر بروید، به هواپیما فکر نکنید. اگر از سفر به بیرون شهر ناامید شدید، زیاد نباید به جابجایی سریع در داخل شهرتان هم امیدوار باشید، چرا که آسفالتی در کار نخواهد بود.
البته خودروی قابل حرکتی هم نخواهد بود که نیاز به آسفالت داشته باشد. البته شما می توانید از اسب و درشکه برای سفر استفاده کنید. کمبود نفت پدیده بیکاری را نیز به شدت افزایش خواهد داد. معنی این وضعیت اینه که تمام کارگرانی که روی پروژه‌هایی کار میکنن که به نوعی وابسته به نفت هستن کار خودشون رو از دست میدن، چون وقتی نفت نباشه دیگه انبوهی از پروژه‌ها در کار نخواهد بود. این شمه یا سرنوشت جهان امروز ماست در صورتی که نفت به شریان‌های اقتصادی آن نرسد. از این رو پدیده انرژی حاصل از نفت و گاز امروز نقطه برخورد سه پارامتر جغرافیا، سیاست و قدرت است. نفت و گاز امروز یک سلاح است. امروز قیمت نفت بالا و بالاتر می رود. افزایش قیمت نفت خام شرکت ها را با دشواری های بیشتری روبرو می کند. در سال 2009 رئیس اوپک پیش بینی کرد روزی قیمت نفت به بالاتر از تا 70 دلار نیز برسد. قلم چاره‌ای کارشناسان اقتصادی بدون حرکت بر روی کاغذ ایستاده است. بیشتر کارشناسان بر این باورند که چشماندازی کوتاه مدت یا میان مدت برای کاهش بهای نفت وجود ندارد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دوره بحرانی خود را طی می‌کنند. در روز 24 ژوئن 2009 شرکت هوایی یونایتد ایرلاینز اعلام کرد 1000 خلبان خود را اخراج می‌کنند. هدف جبران هزینه سنگین سوخت هواپیماها اعلام شد. شرکت‌های هوایی دیگر نیز برای صرفه‌جویی به ناگزیر چنین رویه‌هایی در پیش گرفتند. US Airways، American Airlines، Continental و دلتا. وضعیت شرکت هوایی ایر برلین هم بهتر از همتایان آمریکایی خود نیست. ایر برلین در سال 2009 تصمیم گرفت 30% از پروازهای خود بکاهد، چرا که توان رویارویی با بحران بالا رفتن بهای سوخت را نداشت. بحرانی که رخ داد اون حتمی به نظر میرسه. کمبود نفت و گازه. نگرانی ها در این رابطه رو به رشده. بررسی ها نشون میده که در چند سال آینده میزان انرژی که از راه نفت و گاز به دست میاد رو به کاهش میره. پدیده که دگرگونی های جدی و بزرگی رو در اقتصاد جهان به وجود میاره. علت پایه‌ای این وضعیت هم اینه که ما از زمان انقلاب صنعتی به صورت بسیار زیادی انرژی سوخت های فسیلی رو وارد دستگاه اقتصادی جهان کردیم.